دوستان درود، من این ویدیو رو میگیرم برای شفاف سازی از تظاهرات امروز 11 فوریه در شهر لس آنجلس که گروه LA Protest پروموت کردن. نزدیک یک ماه با این ادعا که این تظاهرات قرار برای ایران باشه، همچون تظاهرات گذشته در راستای اهداف مشترک همه افراد و گروه ها برای مردم ایران که ما ازشون حمایت میکنیم و برای اینکه قرار صدای ما رو بشنوه. یک ماه دارن براش تبلیغ میکنن. آدم ها از سراسر آمریکا در این تظاهرات امروز قرار بوده شرکت بکنن. اولا جمعیتی با مقایسه که میکنن با 1 اکتبر که اگه 30,000 نفر بودن، این جمعیت امروز هم 35,000 نفر، حالا 5,000 نفر بالا پایین، یه این عدد 80,000 نفر، والا ما اونجا امروز حضور داشتیم، عدد عجیب غریب دروغیه. شماره 2، این تظاهرات قرار بوده برای ایران باشه. از ساعت 12 تا 2 LA Protest استیجی آماده کردن، 2 ساعت متداوم تریبون دست سلطنت طلب ها بوده. شعارهایی که شعارهای مخصوص این گروه هم، مثل مرد میهن آبادی، جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاد، نانستاب داده شده. افراد معلوم الحالی که تا دیروز بازیگر رژیم بودن، هنوز که هنوز فیلم سقوط آقای حمید فرخ‌نژاد رو پرده جمهوری اسلامی به عنوان یه سپاهی که دختر کرد رو از دست داعش نجات میده، و این آدم های معلوم الحالی که تا دیروز سبز بودن، بنفش بودن، امروز یهو شدن سلطنت طلب. به همه این آدم ها تریبون داده شد. 2 ساعت تمام در گوش ما شعارهای سلطنت طلبانه داده شد. به شعور من توهین شده. بنده 2 ساعت و نیم درایف کردم به امید اینکه میام برای حمایت از مردم ایران. آدم ها از کانادا، از شمال کالیفرنیا، حتی از استیت های دیگه شاید بلیت هواپیما خریدن و گروه LA Protest خدعه امام رو مثل سال 57 انجام دادن. و این اتوبوس مجانی که آقای پهلوی فرمودن، اتوبوسی بود که ما همه سوار شدیم که برای ایرانه، و این وسط راننده یهو کلاهشو عوض میکنه، کلاه سلطنت طلبی میذاره، پرچمهای سلطنت طلبی، شعارهای سلطنت طلبی در میارن. و الان قراره چی بشه از امشب؟ قراره تلویزیون من و تو، ایران اینترنشنال و بقیه این تلویزیون ها پروموت کنن که اولا 30,000 نفر بکنن سر 80,000 نفر، 5 برابر، و بعد هم بگن اینا سلطنت طلبایی بودن که به عشق رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، هر اسمی که ایشون دارن و مناسبشون هست، حالا سر اسم صحبت نیست، این دروغه. این رو من شفاف سازی میکنم. تمام افرادی که امروز در این تظاهرات حضور داشتن، گله داشتن از این گروه LA Protest، من از این تریبون استفاده میکنم، گروه LA Protest خیلی صادقانه بیاد بگه ما یه گروه سلطنت طلبیم، هیچ اشکالی هم نداره، ما براشون احترام قائلیم، نظریه‌شونه، حزبشونه، یه گروه سلطنت طلبیم، و فردا اگر تظاهرات میذاریم در این تظاهرات قرار تریبون فقط دست سلطنت طلب ها باشه، شعارهای مرد میهن آبادی و بقیه شعارهای جاوید شاه و رضا شاه رو اتشاد داده بشه، و اون وقت ببینیم چند نفر میان. اون وقت آدمایی مثل منم لطفاً حق انتخاب داشته باشن که ما در تظاهرات سلطنت طلبا و برای پروموت کردن فرد خاصی نمیدیم. اون اتحادی که دیروز ازش صحبت شد، یک روز خودتون براش احترام قائلید، یک روز رعایت میکنید، یک روز به فکر این هستین که لغت شاه برای خیلی از افراد حساسیت برانگیزه، برای افرادی که نمیخوان عقب گرد بکنن، سلطنت رو نمیخوان، اصلا من نمیخوام توهین بکنم، اون یه سبکیه و یه طرز فکریه که کاملا قابل احترامه، به شرط این که خدعه و نیرنگ و خمینی بازی دوباره بر ما در نیارین، سال 57 دوباره تکرار نکنید. گروه LA Protest یک گروه سلطنت طلبه، و از این به بعد اگر تظاهرات دارن مردم بدونن وقتی که میرن و در تظاهرات LA Protest لس آنجلس Protest شرکت میکنند، در این تظاهرات قراره که پروموت بشن سلطنت طلبا. بسیار کار شرم‌آوری کردید، بسیار کار شرم‌آوری کردید، ولی ما افشا سازی میکنیم.